از جمله خدمات بسیار ارزشمند مرجع عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی دام ظله الوارف به جامعه بشری تألیف مجموعه گرانسنگ به نام موسوعة اهل البیت علیهم السلام فی القرآن است. این مجموعه بی نظیر در 5 مجلد و 4 عنوان علی فی القرآن در 2 جلد، فاطمه الزهرا فی القرآن 1 جلد، المهدی فی القرآن 1 جلد و اهل البیت فی القرآن 1 جلد بارها و بارها به زبانهای مختلف به زیور طبع آراسته گردیده است. معظم الله در این اثر بلیغ و هدایتگر آیاتی از قرآن را که در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام می باشد جمع‌آوری فرموده و در موارد لازم توضیحات ارزشمندی داده‌اند. این مجموعه سمین از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار می باشد. نخست این که نگاشته یک فقیه بزرگ و جامع الشرایط است. دوم این که تمام روایات مربوطه از منابع بسیار معتبر عامه جمع‌آوری شده است. و سومین ویژگی که مهمترین نیز می باشد این است که این مجموعه از یک سو وسیله هدایت بسیاری بوده، هست و خواهد بود و از سوی دیگر حجت الهی بالغه است و باعث اتمام حجت بر همگان می باشد. شخصی توعد علیاً بالقتل، اعلان کرد من میخوام برم علی رو بکشم. علی ابن ابی طالب اون روز تمام سلاح و قدرت و پول در اختیارشون بود، گرفتنش آوردنش پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه. فقال علیه السلام دعوه، راهش کرد برید، راهش کرد رفت. یک کلمه، یک دنیا فضیلت. نام مقدس امیرالمومنین و یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در 97 سوره و بیش از 700 آیه از آیات قرآن کریم به گونه ای مطرح گردیده است. در برخی از این آیات حضرتش شأن نزول و در برخی دیگر تفسیر و در برخی هم مصداق اتم و اکمل می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. سوره آل عمران با 200 آیه در مدینه منوره نازل شده و در ترتیب مصحف سومین سوره و در ترتیب نزول 89مین سوره قرآن کریم است. در این سوره مبارکه 31 آیه در ارتباط با حضرت امیرالمومنین علیه السلام می باشد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 144 می فرمایند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اون کسایی که عقبگرد کنن، اونایی که برگردن به دوران جاهلیتشون،
به خدا ضرری نمیزنن، هیچ گونه ضرری ضربه‌ای به خداوند متعال نمیزنن با این کارشون، و خداوند متعال به شاکرین جزای خیر میده. صدق الله العلی العظیم. در کتاب شریف علی فی القرآن به نقل از حافظ حاکم حسکانی حنفی در کتاب شواهد التنزیل جلد اول صفحه 136 از محمد ابن حسین لؤلؤی به اسناد مذکور در کتاب از حذیفة ابن یمان نقل میکنن که قال لما التقوا یعنی المشرکین مع رسول الله صلی الله علیه و آله به احد، زمانی که مشرکین مواجه شدند در جنگ احد با رسول خدا صلی الله علیه و آله، و انهزم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، شکست خوردن صحابه پیغمبر در این جنگ، نتوانستند موفق بشند. اقبل علی علیه السلام امیر مؤمنان اسد الله الغالب آمدند، یضرب بسیفه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله، با شمشیر مبارکشون در مقابل رسول خدا با مشرکین شمشیر میزدند، در علیه مشرکین، مع ابی دجانه الانصاری، آقا امیر مؤمنان به همراه ابی دجانه انصاری بودند در این جنگ، حتی کشف المشرکین عن رسول الله صلی الله علیه و آله، تا اینکه مشرکین رو از پیغمبر دور کردن، دادن کنار از پیغمبر، همه مشرکین رو، یعنی آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه و ابو دجانه انصاری، این دو بزرگوار که امیر مؤمنان سرور و سالار بودن، جنگیدند در جایی که صحابه همه شکست خوردند و فراری شدند و از پیغمبر دفاع کردن آقا امیر مؤمنان و ابو دجانه انصاری. فانزل الله ولقد کنتم تمنون الموت، تا اینجا که می فرماید و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. صدق الله العلی العظیم. که بعد در آخر روایت می فرماید علی و ابا دجانه، که و سیجزی الله الشاکرین یعنی امیر مؤمنان و ابا دجانه انصاری. در آیه بعد، آیه شریفه 145 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها، و من یرد ثواب الاخره نؤته منها، و سنجزی الشاکرین. صدق الله العلی العظیم. در کتاب شریف علی القرآن به نقل از کتاب شواهد التنزیل حاکم حسکانی جلد اول صفحه 176 به نقل از ابو عبدالله شیرازی به اسناد مذکور در کتاب از محمد ابن مروان از جعفر ابن محمد از ابن عباس روایت می کند ولقد شکر الله تعالی علیا فعال علی ابن ابی طالب فی موضعین من القرآن، یا فعال علی ابن ابی طالب فی موضعین من القرآن. خداوند متعال در قرآن کریم از اموری که آقا امیر مؤمنان انجام دادن، کارهای خیلی که انجام دادن تقدیر کردن، شکر الله تعالی علی فعال علی ابن ابی طالب، پس امیر المؤمنین برتری یافت، یا اینکه فعال علی ابن ابی طالب، کارهای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما، در دو جای از قرآن، و سیجزی الله الشاکرین که آیه قبل بود، آیه 144 سوره مبارکه آل عمران و آیه 145 سوره مبارکه آل عمران، و سنجزی الشاکرین. بود خاک در او آب روی بود خاک در او آب روی غلام یا مزده سرزنده اویم
دلم از خود سالی با علی بود، سخن ناگفت ذکرم یا علی بود. آیه بعد آیه 146 از سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کأی من نبی قاتل معه الربیون کثیر فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین، صدق الله العلی العظیم. در کتاب شریف علیون فی القرآن به نقل از شواهد و تنزیل حاکم حافظ حسکانی حنفی، جلد اول صفحه 136 و 137، به نقل از محمد ابن حسین به اسناد مذکور از ربیعت ابن ناجز سعدی از حذیفه ابن یمان نقل می کند و انزل تبارک و تعالی، در ضمن روایتی که خداوند متعال نازل کردند، و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر کثیر، اون پیغمبری که همراهش اون ربانیون، اون کسانی که به پروردگار منتسب میشن، همراهش جنگیدند. این در شأن امیر مؤمنان و عبید و جانه انصاری نازل شده. ولی کثیر و عشرت آلاف، یعنی 10,000 نفر رو کثیر میگن. فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینها هیچ گونه درشون شکی راه نداد، سستی راه نداد به خاطر اون مصیبت هایی که در مقابل اون زجرهایی که به خاطر خداوند متعال این بر اینها وارد شد در راه خداوند متعال. و ما ضعفوا، ضعیف هم نشدند، دلشون شکی راه داده نشد. و مستکانو، عقب نشینی در این دل نبوده. و الله یحب الصابرین، خداوند متعال صبر کنندگان رو دوست دارد، که می فرماید این در مورد امیر مؤمنان و عبید و جانه انصاری هست. این هم آیه بعد. توی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، به غیر او که دهد دست مرد و خوشت سوست، زبان زده همگان شد به شام و مصر و حجاز، قصیده ای که عدو گفت در فضیلت تو، قصیده ای که عدو گفت در فضیلت و اما آیه 154 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، صدق الله العلی العظیم. خداوند متعال بعد از این که شما براتون غصه و غم آمد، برای شما یک آرامشی نازل کرد که در خواب آرامی فرو برید، یک عده‌ای از شما. روایت می کند از حاکم حسکانی حنفی در کتاب شریف شواهد و تنزیل، جلد یک صفحه 133، از صبیعی یا سبیعی به اسناد مذکور در کتاب، از ابی صالح، از ابن عباس، که در مورد این آیه شریفه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم نزلت فی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، غشیت نعاس یوم احد، بر امیر مؤمنان این آیه نازل شدن در مورد آقا امیر مؤمنان، که این آیه در شأن امیر مؤمنان نازل شده که آقا در روز احد یک خواب آرامی به ایشان دست داد، که می فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا
یغشا طائفتا منکم، این آرامش رو همه تون رو نمیگیره، بعضی از شما رو در بر میگیره. اگر خارم کنار گل نشستم، اگر آلوده دل بر تو بستم، ارادت من زهرای بتولم، ز لطف و مرحمت بنما قبولم. اما آیه بعد، آیه مبارکه 172 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، صدق الله العلی العظیم. ابن شهر آشوب از طریق عامه نقل میکنه که فلکی مفسر از کلبی نقل کرد، از ابی صالح، از ابن عباس و ابی رافع، که اینها گفتند انها، یعنی این آیه شریفه، نزلت فی علی، در باب امیر مؤمنان نازل شده. و ذالک انه ناد الیوم الثانی من احد فی المسلمین فعجابوه، آقا امیر مؤمنان روز دوم از جنگ احد بین مسلمان اومدن ندا دادن و اجابتش کردن. آقا رسول خدا ندا دادن در روز دوم از جنگ احد و اجابت کردن. و تقدم علی سلام الله علیه به رایت المهاجرین فی 70 رجلا، جلوتر از همه آمدند با 70 نفر از مهاجرین. حتی انتها الى حمراء الاسد لیرحب العدو، به این بازار حمراء الاسد یا حمراء الاسد رسیدن که دل دشمنان را بترسونن. و هی سوق على 3 امیال من المدینه، در 3 میلی مدینه واقع می شد این بازار. ثم رجع الى المدینه، این آیه شریفه در باب امیر مؤمنان و شجاعت حضرت نازل شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.